مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر میگوید که در میان افراد بازداشت شده 32 نفر از موظفین امنیتی، 8 خانم و 2 تبع ایرانی نیز شامل هستند. یار محمد حسین خیل رئیس عمومی سرانوالی اختصاصی مبارزه علیه مواد مخدر روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در 4 ماه اول سال جاری 328 تن به جرم فروش و قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار گرفته شدند. آقای حسین خیل همچنان گفت در میان این افراد که از ولایات مختلف بازداشت شدند، قاچاقبران خرد و بزرگ شامل می باشند، اما وی از این قاچاقبران نام نبرد. این 310 قضیه که توسط ارگان های کشفی ما بالخصوص پلیس مبارزه با مواد مخدر در مرکز و ولایت کشور گرفتار شده، بلافاصله به مرکز عدلی و قضایی از طریق مدیریت تحقیق و بررسی غرض تحقیق و اقامه دعوا و مرکز عدلی و قضایی و بلخص با سارنوالی اختصاصی مبارزه علیه مسکرات مواد مخدر مواصلت ورزیده. امی کتگوری از 12 تا 20 سال جزا برای اینا پیشنهاد شده و از طرف محاکم زیصلاح مرکز عدلی و قضایی بالای اینا حکم صورت میگیره. آقای حسین خیل میگوید قندهار با داشتن 36 قضیه، هلمند با داشتن 23 قضیه و ننگرهار با داشتن 20 قضیه از جمله ولایاتند که بیشترین قضایای قاچاق مواد مخدر را داشتند. بر اساس معلومات مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر، این مرکز در جریان سالهای گذشته نیز صدها تن از قاچاقبران خرد و بزرگ مواد مخدر را بازداشت و دوسیه های آنان را به خاطر مجازات به محاکم فرستاده است. به گفته مسئولان این مرکز، دهها تن مواد مخدر، مقدار زیاد سلاح و مهمات، پول نقد، موبایل و ده ها اراده و سایت نقلیه از نزد مجرمین ضبط گردیده است. مقامات مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در حالی از بازداشت قاچاقبران مواد مخدر سخن میزنند که شماری از کارشناسان میگویند تا زمانی که قاچاقبران اصلی و بزرگ مواد مخدر بازداشت نشوند، مبارزه علیه این پدیده مؤثر نخواهد بود.